فقط چند هفته چند هفته بعد از حمله تروریستی به کشورمون که 2977 بیگناه رو کشت اون رفتن ما به افغانستان آغاز شد اون حمله ای که بخش جنوبی منحتن رو به یک منطقه فاجعه زده تبدیل کرد به پنتاگون حمله کرد و همینطور یک حفره بزرگ در زمین در شنکسویل پنسیلوانیا به وجود در اون زمان ما آمریکایی یک وعده آمریکایی بود این حمله این جنگ که بگی ما هرگز فراموش نمیکنیم ما به اونجا رفتیم تا اف... القاعده رو ریشه بکنیم تا از حملات آینده علیه ایالات متحده که در افغانستان برنامه‌ریزی میشه جلوگیری بکنیم هدف ما مشخص بود هدف ما در واقع مشروع بود و این کار کرده من اون موقع به همراه اکثریت نمایندگان کنگره از این حمله از این جنگ حمایت کردم بعد از بیش از هفت سال بعد در سال 2008 قبل از اینکه ما سوگن بخوریم وارد رئیس جمهوری بشیم پرزیدنت اوباما و من از من خواست که برم افغانستان و گزارش بدم در مورد وضعیت جنگ در افغانستان من به افغانستان رفتم در ریه یک دقیقی رو گفتن من به اونجا رفتم در نزدیک مرز پاکستان در اون جایی که من رفتم اعتقادم رو تقویت کرد اینکه فقط افغان ها حق دارن که حق دارن و مسئولیت دارن که رهبری کنن اونجا رو و حضور بیشتر نیروهای آمریکایی در اونجا نمیتونه یک دولت پایدار افغانستان رو حضورش رو یا بودن اونجا رو تایید بکنه یا تضمین بکنه و ما هدف اولمون اینه که باید مطمئن بشیم هدف اولمون اینه که مطمئن بشیم که به عنوان یک پایگاه از اونجا برای حمله دوباره به میهنمون استفاده نمیشه ما به اون هدف دست پیدا کردیم اون هدف رو به نتیجه رسوندیم من نیز به همراه دیگران گفتم ما تا اگر لازم باشه تا دروازه های دوزخ هم دنبال اسامه بن لادن خواهیم رفت و این کار رو کردیم و گیرش آوردیم گرفتیمش نزدیک ده سال طول کشید تا زمانی که اون تعهدی که پرزیدنت اوباما گفته بود و تعهد کرده بود رو انجام داد اسامه بن لادن کارش تمام شد ده سال پیش بود فکر کنید ما عدالت رو در حق بن لادن ده سال پیش انجام دادیم و بعد ده سال بعد از اون ما در افغانستان موندیم از اون زمان تا حالا دلایل ما برای موندن در افغانستان به طور فضاینده ای نامشخص شد حتی به رغم وجود تهدیدهای تروریستی که ما در واقع متحول شد تهدیدهایی که برای رفتن جنگیدن ما اونها به اونجا رفتیم و این تهدیدها به شیوه های در جاهای دیگه روشن رشنمو پیدا کردن الشباب در سومالی القاعده در شبه جزیره عربی النصر در سوریه داعش در سوریه و عراق جایی که ترور ایجاد کرده و وحشت ایجاد کرده و کشورهای مختلفی رو داره و همینطور کشورهای دیگری در آفریقا و آسیا حضور داره اکنون با توجه به این تهدیدهای تروریستی جدید حفظ هزاران نفر از نیروهای ما در یک کشور که سالیانه میلیاردها دلار هزینه داره برای ما برای من معنی نداره برای رهبران ما معنی نداره ما نمیتونیم این چرخه تمدید و توسعه حضور نظامی در افغانستان رو ادامه بدیم و امیدوار باشیم که یک شرایط آرمانی برای خروج به وجود بیاد و انتظار داشته باشیم نتیجه متفاوتی به دست بیاد الان من چهارمی رئیس جمهوری ایالات متحده هستم که نیروهای آمریکا در افغانستان در زمان اون حضور داشتن دو جمهوری دو دموکرات من این مسئولیت رو به یک رئیس جمهوری پنجم تحویل نخواهم داد بعد از مشاورت نزدیک با شرکا و همپیمانانمون رهبران نظامی دیپلمات هامون و همینطور کارشناسان امور توسعه کنگره و معاون رئیس جمهوری و همینطور با آقای غنی و بسیار از افراد دیگه در سراسر من به این نتیجه رسیدم که اکنون زمان اون رسیده که طولانی جنگ آمریکا رو پایان بدیم و نیروهای آمریکایی زمانش رسیده که به خانه برگردن وقتی که من وارد این دفتر شدم یک توافق دیپلماتیک رو به ارث بردم در واقع که بین ایالات متحده و طالبان انجام شده بود که گفته بود تمام نیروهای ایالات متحده تا اول ماه مه 2021 از افغانستان خارج خواهند شد دو ماه یعنی دو یا سه ماه بعد از سه ماه بعد از اینکه من در واقع تحلیفم انجام شد این توافقی نمی بود که من در موردش مذاکره کردم اما این توافقی بود که دولت ایالات متحده بهش در واقع رسیده بود و بنابراین من با توجه به این توافق و بنابر, بنابر منافع امنیت ملیمون من از آغاز از روز یک ماه مه امسال خروج را آغاز کنیم ما عجله عجل و شتاب زده عمل نمی کنیم آمدانه، مسئولانه و ایمن این کار را انجام میدیم و این کار رو با هماهنگی کامل با هم پیمانان و شرکامون انجام میدیم اونهایی که الان نیروهاشون تعداد نیروهاشون بیش از ما در افغانستان طالبان باید بدونن که اگر اونها وقتی که ما داریم خارج میشیم به ما حمله بکنن با تمام ابزارهایی که در اختیارون هست از خودمون و هم پیمانانمون دفاع میکنیم همپیمانان و شرکامون شانه به شانه ما نزدیک به 20 سال در افغانستان کنار ما ایستادن و ما برای کمک ها و مشارکتی که کردن برای این هدف مشترکمون و فداکاری هایی که کردن بسیار قدر دانیم برنامه مدت ها همین بوده با هم وارد میشیم با هم خارج میشیم نیروهای ایالات متحده و همه اون نیروهای دیگه ای که همراه با ناتو و همینطور شرکای عملیاتی ما با هم اونجا هستند قبل از اینکه ما بیستمین سالگرد اون حمله وحشتناک و اوناک که 11 سپتامبر رو گرامی بداریم خارج میشیم از اونجا اما ما از تهدید تروریستی چشم بر نمی داریم حواسمون جمع و توجه میکنیم بهش و و, و از ظهور مجدد تروریست ها و تهدید اونها علیه میهن ما در آینده جلوگیری میکنیم ما طالبان رو به در, در قبال تعهداتی که انجام میده نه حتی در قبال تهدیدهایی که علیه آمریکا و منافع اون در خاک افغانستان انجام بشه محصول میداریم ما تمرکز کاملمون رو بر تهدیدهایی که امروز باشون رو برو هستیم قرار میدیم به دستور من تیم من داره یک راهبرد ملی رو تعیین و, و تنظیم میکنه تا تمام تهدیدهای بزرگ و عمده رو نه فقط در افغانستان بلکه در هر جایی که باشه حالا اف... آفریقا باشه اروپا خاورمیانه و جای دیگه زیر نظر بگیره و بررسی کنه من دیروز با پرزیدنت بوش صحبت کردم و بهشون گفتم که تصمیممون چیه تصمیم من چیه من و ایشون ممکنه در مورد سیاست سالیان سال اختلافاتی داشته باشیم اما در این زمینه که احترام قائلیم و حمایت میکنیم از دلاوری شجاعت و صداقت افراد نیروهای مسلح ایالات متحده با هم مشترکیم و اونها و ازشون واقعا تقدیر میکنیم به خاطر رشادتی که نشون در این دو دهه مبارزه اونجا و ما تا ابد برای اونها این کشور به اونها وام به اونها و خانواده هاشون آمریکایی در واقع ما به اونها بدهکار هستیم اونها هرگز از هیچ مأموریتی که از اونها خواستیم انجام بدن پاپس نکشیدند من در خودم به چشم خودم دیدم در اولین سفرم به افغانستان اونها هرگز عزمشون کاهش نیافت تزلزل پیدا نشد هزینه بسیار سنگین رو به نیابت از ما پرداختند و اونها قدردانی این کشور قدردان رو از, در... از در از آن خودشون میتونن بکنن در حالی که ما خارج میشیم از اونجا از لحاظ نظامی حضور نظام دیپلماتیک ما در اونجا ادامه خواهد داد داشت ما از دولت افغانستان ادامه خواهیم داد و همینطور از نیروهای امنیت و دفاعی افغانستان پشتیبانی خواهیم کرد ما به همراه شرکامون بیش از 300 هزار نیروی افغانستان نیروی امنیتی افغانستان را آموزش دادیم و تجهیز کردیم و تسلیح کردیم و این هم ادامه خواهد یافت در هفت دهه های آینده و میدونیم که اونها به دفاع از مردم افغانستان با به قیمت جونشون دفاع خواهند کرد ما از گفتگوهای صلح میان افغانستان دولت افغانستان و طالبان که توسط سازمان ملل تسهیل شده ادامه میدیم و همینطور از از مردان مردان زن افغانستان با حفظ کمک های بشر دوستانه حمایت میکنیم و ما از کشورهای دیگه کشورهای دیگه منطقه میخواهیم که برای حمایت از افغانستان کار بیشتری بکنن به ویژه پاکستان همینطور روسیه چین هند و ترکیه همه اونها در آینده ای با ثبات سب... در افغانستان در واقع به نفعشونه ما هم مصمم هستیم که در ادامه حضورمون چه چگونه خواهد بود و چگونه ما میتونیم امنیت دیپلماتامون رو تعمین کنیم من میدونم که بسیاری هستن اونجا که پا هنوز پافشاری میکنن که دیپلماسی بدون حضور یا یک اهرام فشار نظامی در اونجا کارایی نخواهد داشت ده سال پیش این بحث رو کردیم هرگز مؤثر نبوده نه تنها الان فقط 9800 نفر در افغانستان بودن و حالا ما فقط چند هزار نفر مونده دیپلماسی ما مبتنی بر چکمه و اسلحه نیست که اسلحه ایالات متنی نیست که اونجا باشن ما باید این طرز تفکر رو تغییر بدیم نیروهای آمریکایی نباید به عنوان اهرمی برای چانه زنی با کشورهای دیگه استفاده بشن میدونید هیچ چیزی برای من مهمتر از این نیست که بتونیم ببخشید هیچ چیز بدتر از این نیست که بخوایم همه اونها رو تا ابد نگه و همینطور خروج از اونجا بعضیا میگن خروج از افغانستان اعتبار آمریکا رو در جهان بهش اشاسی میزنه من فکر می کنم دقیقاً برعکس این درسته ما به افغانستان رفتیم برای ایک حمله وحشتناکی که 20 سال پیش انجام شد اون دیگه نمیتونه الان توجیه بکنه که چرا ما باید اونجا بمونیم در سال 2021 به جای اینکه ما به جنگ با طالبان برگردیم ما باید تمرکزمون رو بر چالش هایی که در پیش روی ما قرار داره در واقع متمرکز کنیم ما باید با شبکه های تروریستی و عملیت های تروریستی که بسیار فراتر از افغانستان از سپتامبر از 11 سپتامبر رفته تمرکز کنیم ما باید با رقابت های شدیدی که در واقع با از چین و جاهای دیگه با هم رو تمرکز کنیم ما باید مطمئن باشیم که میتونیم مقررات و تعهدات بین المللی که آینده ای ما رو تشکیل میده و بر اس... مطمئن بشیم که بر اساس ارزش های دموکراتی دموقرات که ما استواره نه ت... اقتدارگرایی ما باید بدونیم باید آماده باشیم برای همگیری آینده برای اینکه همگیری های بعدی در راه خواهند بود ما در بلند مدت میتونیم بهتر مقابله بکنیم با دشمنانمون اگه بتونیم برای بر روی جنگ های نبرد های سال آینده نه 20 سال گذاشته تمرکز کنیم در نهایت اینکه مهمترین مهمترین بحثی که برای موندن بیشتر انجام میشه اون چیزی که قبلی ها رئیس جمهورهای قبلی هم داشتن همه میگن نباید بمونیم اونجا ولی الان موقع خوبی برای خروج نیست در سال 2014 ناتو یک بیانیه رو صادر کرد به <applause> تأیید کرد که نیروهای امنیتی افغانستان مسئولیت کامل امنیت اون کشور رو تا پایان اون سال بر عهده خواهند داشت هفت سال پیش بود پس چه زمانی زمان مناسب خواهد بود برای خروج یه سال دیگه دو سال دیگه ده سال دیگه ده, سال دیگه، ده بیست، سی میلیارد دلار بیشتر بیشتر از اون مل... هزار میلیارد دلارانی که حالا خرج کردیم الان نه همین شد که به اینجا رسیدیم و در این لحظه این زمان رو شروع می کنیم از روز اول ماه مه یک جدل زمانی مشخص روشن میکنیم برای خروج اگر ما این رو خروج رو اگه بگیم که این مرتبط با وضعیت در اگر خروج رو بگیم مرتبط با وضعیت اونجا وضعیت امنیتی اون به این معنیه که شرایطی که بخواد اجازه بده ما خارج بشیم چیه به چجوری جوری میتونیم این کارو بکنیم و چقدر طول میکشه که به اون مرحله برسیم اصلا اگه بشیم به اون مرحله رسید و چه هزینه مالی و جانی خواهد داشت من فکر نمی کنم پاسخ خوبی برای این پرسش ها باشه و اگر شما نمیتونید پاسخ بدید بهتره که ما نباید بمونیم اونجا به نظر من حقیقت اینه که کمی دیگه چند ساعت دیگه من از آرامگاه بینال آرامگاه ملیمون در واقع اونجایی که بخش شست بخش شست اونجا جایی هست که جانباختگان اخیر جنگ در اونجا دفن شدن بسیاری از مردان و زنانی که در افغانستان و عراق جنگیدن در اون بخش قطعه شست منظورشونه در آرامگاه ملی هیچ اون درد و رنج بسیار بسیار اونجا عظیمه و این یادآوری است برای ما که هزینه سنگین جنگ چیه من طی 20 سال گذشته از زمانی که رئیس جمهوری شدم و یک کارتی رو با خودم داشتم یک کارتی که همیشه همراهام بوده این تعداد دقیق کشته های آمریکا در افغانستان و عراق رو نشون میده این عدد دقیق یک تخمین نیست عدد گرد شده نیست برای که همه اونها جان باختن یک جان مقدس جا رو پشت سر گذاشت دقیقاً, دقیقا تعداد تک تک کسانی که جان باختند تا امروز تا امروز دویست دو نفر از نیروهای آمریکایی در جریان آزادی عملیات‌های های آزادی بخشی و در افغانستان کشته شدند. 20770 و و نفر زخمی شدند من اولین رئیس جمهور هستم در چهل سال گذشته که میدونه معنیش چیه وقتی فرزندش در منطقه جنگی کار کرده و من همیشه این رو به یاد میاریم به یاد میاریم وقتی که پسر مرحومم بو به عراق فرستاده شد ایشون چقدر افتخار میکرد که به کشورش داره خدمت میکنه و چقدر مصمم بود و تأثیری که این بر او داشت و بر همه ما در خانه داشت ما <applause> کسانی رو داریم که دارن در افغانستان کار انجام میدن خدمت میکنن پدرانشون هم در همون جنگ خدمت کردن ما کسانی رو داریم که هنوز به دنیا نیومدن نیومده بودن وقتی که 11 سپتامبر اتفاق افتاد جنگ در افغانستان هرگز قرار نبود یک جنگ چند نسلی باشه ما مورد حمله قرار گرفتیم رفتیم هدف روشنی داشتیم به جنگ رفتیم به اون اهداف رسیدیم به لادن مرده القاعده واقعا تضعیف شده و در افغانستان فراری شده و الان وقت پایان دادن به این جنگ دائمی است از همه شما سپاسگزارم که گوش کردید خداوند از نیروهای ما محافظت کنه و به همه آن خانواده ها برکت بده که کسانی رو که عزیز بوده براشون از دست دادن